میپذیرند ملت ما آماده اند نه این آزمایش بلکه صدها آزمایش مشکل‌تر را در آن شرکت کنند زیرا مطمئن هستند که اون تکیه‌گاه یعنی خدا یعنی قرآن یعنی امام خمینی ما را پیروز کند. که وقتی آخرین گلوله آمریکایی ما تمام شود روز اول جنگ ما جنگ در انقلاب اسلامی با فانتوم آمریکایی و یا موشک ها و انواع سرکوش ما بود با سراحی از بین بردیم و الله اکبر به گوشش نواختیم تا گوشش اونچنان کر شد که از کشور ما بیرون رفت و بعد از یک سال اونچنان قصه ها خورد که دق کرد و مرد. این جهانخوار را نیز برادران ما در صنایع نظامی مشغول ساختن هستند، مشغول ابتکارند، مشغول ابداع هستند. با این نیرو و این توان به طور قطع یقین این جنایتکار مزدور متجاوز و ارباب بسم الله الرحمن الرحيم
سلام. بقیه عباقیمی کشیم اینجا هستم چیز ها لازمه ها همش بره همش رو زرد میکنه یعنی مسئله مهم همش رو زرد میکنه این چارتای ما رو اول فقط سلام بحث یه خود بکشیم من آها آی عزیزی اینجا کمک ما کنن هم میخوام بشین الان میاره دیگه اون نه آقا یه صندلی بفهم آی کربونی آی
هر که از هر جا که دوست دارین شروع کنیم. خواهش خدمتتون باشه. خلاص توجه به این که فارغ التحصیلان دانشگاه ها و دبیرستان ها خودشان را آماده کرده بودند در سال آینده به اشتغال دولت در آینده برای این گونه افراد دولت چه تصمیم گرفته و یا خواهد گرفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. البته فکر نمی کنم این یه تصمیم جدید باشه، از قبلا شورای انقلاب تصویب نامه ای داشت که استخدام جدید رو منع می کرد، فقط یه مقداری به میزان 1% تعداد کارمندان وزرا حق استخدام داشتن، برای تعداد بیشترش حتما باید هیئت دولت تصویب میکرد اگر موارد خاصی پیش میومد و هیچ تصمیم جدیدی در این مورد گرفته نشده، همون رویه‌ای که در سابق عمل میشد. دو، در مورد مسئله گروگان‌ها شایعاتی هست از این نظر که آمریکا به تعهدات خود عمل نخواهد کرد، آیا شواهدی در این زمینه هست یا خیر؟ و اگر آمریکا به تعهدات خود عمل نکند دولت ایران چه خواهد کرد؟ البته همونطوری که من توی مصاحبه با خبرگزاری پارس گفتم، روزهای اول بعد از آزادی گروگان‌ها آمریکا که خودش مغبون احساس می‌کرد تو این ماجرا، به طوری که تمام مطبوعات غربی در واقع یک صدا به آمریکا این مسئله رو گوش زد می‌کردن که تسلیم باج‌خواهی شده، در واقع می‌خواست به یه شکلی شونه خالی کنه از زیر بار تعهداتش، به همین دلیل یه جو کاذب درست کردن که گویا این گروگان ها تو ایران شکنجه دیدن. این جو طبیعی بودش که چون مبتنی بر دروغ و ریا بود تأثیری نتونست بذاره، چرا که بلافاصله از طرف دولت ایران نه تنها تکذیب شد، بلکه فیلم های مصاحبه های این افراد، این 52 نفر از طریق ماهواره به سراسر دنیا مخابره شد و حتی برای اینکه نتونن شبکه‌های تبلیغاتی صهیونیستی این فیلم‌ها رو بزنن، قسمت‌های خاص خودشون مورد نظر خودشون رو بذارن، خبرگزاری پارس هم به طور همزمان در سراسر دنیا اعلان کرد که یه همچین فیلم‌هایی داره پخش میشه از طریق ماهواره، تا اینها نتونن فیلم‌ها رو سانسور کنن، کم و زیادش کنن و به اطلاع مردم دنیا نرسونن. و همچنین سه نفر از این گروگان ها، سه یا چند نفر بیشتر بودن، سه نفر بودن یا بیشتر بودن که تکذیب کرده بودن مسئله، سه نفر از اینها خودشون تو مصاحبه‌ای که کردن تکذیب کردن مسئله. و روز اول تنها سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یه حرف مبهمی زد در زمینه تعهدات آمریکا که بعداً از طرف تمام مقامات آمریکایی تکذیب شد و تأکید شد به اینکه آمریکا تعهدات خودش رو عمل خواهد کرد. البته ما از اینها حق ماست، ما وزارت دفاع ما پیگیری میکنه و همه اینها رو انشالله خواهد کرد. نبودم تو مسئله، ولی بعداً تحقیق کردم معلوم شد که اصولاً ما کوچکترین پرونده‌ای تو این زمینه در دادگاه‌هامون نداریم، فقط در اون زمان در ابتدای اشغال جاسوسخانه مجله جوان که اون موقع عناصر ضد انقلاب توش نفوذ داشتن و توسط عناصر ضد انقلاب اداره می‌شد، به خاطر اینکه حیثیت دانشجویان مسلمان خط امام رو لکه‌دار کنه، خبری نوشته بود که یکی از گروگان‌ها به یک دختر ایرانی تجاوز کرد و برادرش اونو کشت، در حالی که یعنی می‌خواست طوری القا کنه در خوانندگان که در واقع این مربوط میشه به یکی از مثلا خواهران دانشجویی که تو جاسوسخانه هست و در واقع یه همچین چیزی صحت نداشت اصولاً. از اول به این صورت بود که البته اختلاف کمی بین رقم‌های بانک مرکزی ایران و بانک و اقلام ارائه شده به وسیله دولت آمریکا وجود داره. کلاً بابت سپرده‌های ما در بانک فدرال رزرو نیویورک، در بانک‌های آمریکایی در اروپا و در بانک‌های آمریکایی در خود آمریکا، ما حدود 10 میلیارد خورده‌ای طلبکار هستیم از آمریکا. اعلام شده 8 میلیارد دلاری هست که در اختیار بانک مرکزی دولت علی رضایی قرار گرفته که
Mr. Behzad, the administration of President Ronald Reagan advised businessmen and other Americans against traveling to Iran because they could be detained without charge. What's your idea about this statement? Every visitor who could have official visa from Iran to enter Iran will be guaranteed that the government in Iran is responsible for his security, but the Iranian government should be aware that the government is allowed to give visa to everyone when his entrance in Iran has no damage to our revolution, and when the government can be sure that this visitor won't have any damageful activity in Iran. Mr. Behzad, some American lawyers claim that according to the international law, the accord between Iran and the U.S. United States for the release of the hostages is not valid and can be dishonored. What's your idea about this sort of judicial assumption? They try to accuse the Iranian students and some others, but all the reports we have received show that these hostages were treated well in Iran. When they have any document against it, they should issue these documents. Afterwards, we can judge them. Pardon, another thing related to this. From a judicial point of view, can this kind of lawyers stick to international law for dishonoring this accord? Or in other words, does international law allow them to nullify this accord? No, I have no answer to this question. Dr. Behzad, it's nice to see you again after a long time. Now that the hostages are out of the way, is there any relation between the two problems? What can be done to end the war with Iraq? We should fight the aggressors and push them out of our territory. This is the only solution for this problem, and this can be the only end of the war with Iraq. They should withdraw their troops from every step of Iran. We think that we can trust only our national power in this war, and we should try to use this power as well as possible. We don't like to seek for any other solution, because we have the idea that when an aggressor enters the land of a nation, this nation should
defeat them. Dr. Beheshti, what I meant by my original question was that there seems to be some relaxation in international tension. The hostages have left. A number of countries apparently wish to do business again with Iran. Do you think that Iran is now a better place to buy arms, spare parts, and other things, which would make it maybe so, but we want to try to make this spare parts and other weapons in Iran as more as possible. We can purchase them from many countries and perhaps easier than before. But we don't like to stress on this point. We should try to use this position to reach our independence in this regard too. Has there been disagreement within the party over the agreement? It may be so. It's so that no party can have the same idea fully on in every field, in every subject. But when the majority of a party have an idea, the minority will follow them. Ms. Hodges Islam Rafsanjani said at a press conference the other day, it was a little unclear. He appeared to indicate, however, that there had been some resignations, whether it was from the party or the newspaper, following the hostage accord. That is something else. It didn't have any relation to the party. Can you elaborate on what exactly it was? You can ask him.